عرض ادب و احترام دارم به شما امیران عزیز و ارجمندم. روشنفکران دوره ما واقعا برخی هاشون عجوبه‌ای بودند. اتفاقاتی میگذشت در اون زمان که امروز که بهش فکر میکنیم احساس میکنیم که در یک کمدی الهی شرکت داشتیم همه ما. از اون طرف شریعتی، از اون طرف جلال و آل احمد، از اون طرف گروه هایی که دنبال جنگ مسلحانه بودن، بعد گروه هایی که بعد شبهای انقلاب از آمریکا به ایران آمدن، تروتسکیستا، شبهایی که بعد آقای بابک زهرایی اعضای گروه تروتسکیستا رو تقرص کرد توی دهات کرج با شعار پراتیک انقلابی. اینا برن در میان روستاییان و انقلاب رو در عمل تجربه کنن و بسیاری از اونا کتک خوردن، مجروح شدن در دهات. بچه هایی که از آمریکا آمدن اصلا دهات ایران رو نمیشناختن. و گروه هایی که تفوق فکری داشتن در جامعه مثل شریعتی و از تیپ های چپ، بعد که ماویستا آمدن و بعد در گروه حزب توده که باز انشعاباتی رخ داد، قاسمی بود، فروتن بود، سقایی بود، آقای احسان طبری بود و و. چند روز پیش مقاله خوندم از آقای دکتر مسعود نقره‌کار، پزشک، رمان نویس و چهره سرشناس اپوزیسیون میانانم، که نقدی بود در احوالات شاهزاده رضا پهلوی و اشاراتی بود به گذشته خودش آقای نقره‌کار. فکر کردم بخش‌هایش خیلی جالبه، از جمله دوره‌ای که آقای نقره‌کار تحت تاثیر عملیات مسلحانه سیاه‌کل قرار می‌گیره و مجذوب این گروه میشه. آقای دکتر نقره‌کار درود بر شما. بله، سلام و درود دارم برای شما و همینطور بینندگان محترم برنامه‌تون. امیدوارم حال شما خوب باشه. آقای دکتر نقره‌کار، این عملیات سیاه‌کل رو میشه عملیات تروریستی، یعنی مصداق عملیات تروریستی دیگه نیست؟ حصر فیزیکی، ایجاد ترس در نیروهایی که وابسته به حکومت بودن، ترور اونها و از این قبیل. بله، البته منو دارین میبرین به دوره جوونی خودم، امیدوارم حافظم هم قد بده نکاتی رو مطرح کنم. ببینید، واقعیتش تاریخ چپ در ایران اگر بخوایم بررسیش بکنیم، خب بگم من به این سادگی نمیشه یه ارزیابی از تاریخ چپ در ایران داد یا به هر حال جنبش چپ در ایران. خب دورهای مختلفی داره دیگه، از گذشته من اصلا کاری ندارم، ولی لااقل به این دوره که بهش اشاره میکنید و به واقعه سیاه‌کل، من سعی میکنم روی همین متمرکز بشم. ببینید، واقعه سیاه‌کل، خب میدونید، یا به تعبیری حماسه سیاه‌کل، خب یک اقدام نظامی بود که چریکای مسلح در واقع علیه چریکایی که علیه رژیم پهلوی مبارزه میکردن به یک پاسگاه ژاندارمری حمله میکنن و میدونید درگیری های نظامی اونجا رخ میده و این واقعه و این حماسه به عنوان یک رخدادی که مطرح میشه چه در سطح جامعه چه امروز که بعد از 52-53 سال ازش میگذره ما صحبتشو میکنیم. خب خود اون اتفاق، خود اون واقع زمینه داشته، باید زمینه این نوع حرکت ها رو هم اگر بخوایم به یه برداشت درست برسیم به حال در نظر بگیریم. خب چریک های فدایی خلق یا چریک ها اون دوره در واقع دو دسته بودن در مقطع سیاه‌کل. یک دسته که به عنوان چریک هایی که در روستاها و مناطق روستایی میخواستن فعالیت بکنن و همون بحث محاصره شهرها از طریق روستاها براشون مطرح بود، یه تعدادی هم، یه بخش هم در واقع چریکای شهری بودن. این دو گروه میدونید که از سالها قبل از واقعه سیاه‌کل شکل گرفته بودن که بعد در سال 1350 به هم میپیوندن و سازمان چریکای فدایی خلق رو شکل میدن.
اگر واقعا بخوایم نگاه بکنیم به این اتفاقات، البته در واقع سیاه‌کل میدونید که زد و خورد نظامی میشه، یه تعدادی دستگیر میشن، از چریک های دستگیر شده 13 نفرشون، در واقع این اتفاق 19 بهمن رخ میده، 13 نفرشون 26 اسفند تیرباران میشن، اعدام میشن. و خب خیلی هم بازتاب گسترده اون موقع در نشریات و در محافل آموزشی و دانشگاهی داشت. به هر حال میخوام بگم برای بررسی آنچه که در سیاه‌کل اتفاق افتاد یا آنچه که تحت عنوان مبارزه مسلحانه در جامعه ما مطرح میشه و چریکای فدایی خلق و همینطور مجاهدین خلق هم تا حدود اون دوره همون سیاست و البته با تفاوتهای پیش میبردن، باید اون دوره تاریخی رو دید. یعنی در واقع بعد از سال 42 که خرداد سال 42 و اون شورش سال 42، شرایط سیاسی جامعه ما به گونه‌ای میشه که عده‌ای از جوانان به ویژه دانشجویان که تمایلات داشتن به جبهه ملی، به حزب توده و جریان‌های دیگه، به این نتیجه میرسن که در مقابل رژیم پهلوی مسئله مبارزه صنفی سیاسی خیلی جواب نمیده و در واقع باید از تاکتیک مبارزه مسلحانه، هم تاکتیک هم استراتژی، استفاده کرد برای مبارزه با این رژیم. این نکته هم من اشاره بکنم، جدا از شرایط ایران در اون دوره، شرایط جهانی هم به گونه ای بود که به تقویت چنین ایده و چنین فکر و کرداری کمک میکرد. اون موقع میدونید که جنبش چریکی در سطح جهان یه جذابیت و یه محبوبیتی داشت، از آمریکای لاتین بگیرید که مسئله کوبا، مسئله توپاماروها در جنوب امریکا تا فلسطین در خاورمیانه و بعد آنچه که در ویتنام ما شاهد بودیم، در چین شاهد بودیم، در الجزایر شاهد بودیم. یعنی در واقع فضای جهانی هم به نوعی فضایی بود که در این نوع کشورها مبارزه به اون سمت تمایل داشت و کشیده شد. خود ایران رو هم و اون جنبش مبارزه مسلحانه یا جنبش چریکی رو در پیوند با هم رخدادهای داخلی و هم رخدادهای جهانی باید دید. دکتر نقلی‌کار دو بار از واژه حماسه استفاده کرد، حماسه سیاه کرد. این رو بگذارم به پایین که دارید پشت جانبداری میکنید، یعنی معتقدید یا توجیه میکنید این اتفاقی که در نه جانب... ببینید من گفتم به تعبیری هم رو واقع سیاه‌کل میگن، هم رویداد سیاه‌کل و هم حماسه سیاه‌کل. من واقعا قصدم توجیه نیست، من قصدم اینی که یک واقعه و یک پدیده رو آدم بدون تعصب با آش باید یه برخورد واقعی بکنه. امروز اگر بسیاری از جوانان اون دوره که به این جریان رو تمایل پیدا کردن، نه الان، حتی همون دوره شاه و اوائل انقلاب مشی مبارزه مسلحانه رو تایید نمی کردن، نقد کردن و رد کردن و در واقع به نوعی تازگی هم نداره نقد و رد اون مشی مبارزه مسلحانه. ولی من فکر میکنم به طور واقعی هم طور که اشاره کردم باید مسائل رو دید، لااقل جوانهایی که الان به دنبال این اتفاق ها هستن یک جانبه نگاه نکنن مسئله رو. من در واقع مورد نقدم هست اون اتفاق و اگه امروز خودم اون اتفاق ها و اون مشی مبارزه مسلحانه و اون مشی رو تایید نمی کنم، فکر میکنم اشتباه بوده، ولی در این حال شرایطی هم که باعث شد چنین مشی پا بگیره در میونه جوانان و فلواقع شکل بگیره هم باید بهش توجه داشت. یک جانبه نمیشه مسئله رو نگاه کرد، ولی من با نگاه امروز هم تایید نمی کنم اون اتفاقا رو. آقای دکتر نقلی‌کار، خب من شما دارید به دوره اشاره میکنید که جنگ سرد در اوج بود، جنگ سرد در دنیا و قدرت‌هایی که در واقع به جان پاره از حکومت‌ها افتادن سعی می‌کردن اونها رو به اصطلاح جذب بلوک خودشون بکنن. خب ایران هم استثنا نبوده دیگه. می‌خوام ببینم
تأثیر قدرت‌های بیگانه رو در پدید آمدن چنین وقایعی در میهن مملکت ما رو تا چند ببینید همونطور که اشاره کردی و کاملا درسته جنبش‌های مشابهی بوده در ژاپن ارتش سرخ بوده بریگاد سرخ بوده در ایتالیا بادرمنگوف بوده در آلمان رژیستبره بوده در فرانسه و همینطور گروه‌های دیگری در خیلی از کشورهای دنیا در ایران ما که خب فعالیت گروه‌های هوادار جنگ‌های مسلحانه و کسانی که زیر فروزه‌های تبلیغات و پروپاگاندای برخی قدرت‌ها بودن خیلی اوج گرفته بود چینی‌ها خیلی فعال شده بودن خود روس‌ها فعال بودن برخی آلمان شرقی بسیار فعال بود علیه ایران انور خوجه و آلبانی همینطور می‌خوام ببینم این تأثیرپذیری رو فکر نمی‌کنید مؤثر بوده در شکل دادن به این مسیر همونطور که اشاره کردید تاکتیک و استراتژی اونم جنگ مسلحانه علیه حکومت بفرمایید ببینید تأثیر داشته منتها یه نکته رو بهش توجه بکنیم در واکنش به حزب توده به عنوان یک حزب وابسته به اتحاد شوروی در اون موقع که خیلی روشن بود حالا با توجیهاتی تحت عنوان انترناسیونالیسم پرولتری و رابطه احزاب برادر اتفاقا جریان‌های چریکی یک جریان‌های مستقلی بودن یعنی تایید نمی‌کردن یعنی یکی از موردهایی که اختلاف بود بین جریان‌های چریکی و جریان سنتی مثل چپ جریان سنتی چپی مثل حزب توده این بود که اصلا تقبیح میشد از طرف چریک‌ها این نوع وابستگی که حزب توده داشت یعنی به نوعی این جریان‌ها یک نوع استقلال رو قبول داشتن تبلیغ میکردن و در اون راستا حرکت میکردن اما تحت تأثیر ایده‌هایی که در سطح جهان وجود داشت قرار داشتن مثلا تحت تأثیر انقلاب کوبا خیلی از جوانان میهن ما و خیلی از جوانان کشورهای دیگه بودن یا همینطور تحت تأثیر رخدادهایی که در منطقه خاورمیانه فلسطین بود و جاهای دیگر که شما اشاره کردید منتها یکی از ویژگی‌های جریان‌های چریکی و این نوع جنبش‌ها همون نگاه مستقل از وابستگی به جریان‌های سیاسی و یا کشورهای دیگه بود و خب این یکی از وجوه تمایز بین چپ سنتی اون موقع یعنی حزب توده و جریان‌های مشابهش با این جنبش مسلحانه و این جنبش جوان آقای دکتر آمریکا در هر کشوری حتی کشورهای دموکرات تشکیل چنین گروه‌های خلاف قانون بود اینا رو دستگیر می‌کردن به عنوان فعالیت‌های تروریستی مثلا در آلمان دیگه بالاخره یکی از محکم‌ترین دموکراسی‌های دنیا رو داشته خب ببینم این دستگیری اینها عملاً حالا امروز که به ماجرا نگاه می‌کنید یه دستگیری خود شما شما چند بار به زندان افتادید درسته در همون زمان بازداشت شدم خب به خاطر وابستگی به چنین گروه‌هایی توجیه پذیر می‌دونید یا اینکه نه رد می‌کنید معتقدید حکومت نباید هیچ اقدامی انجام میداد و اینا حق داشتن که دست مثلا به عملیات مسلحانه بزنن یا وارد عملیات تروریستی بشن یعنی حذف فیزیکی و از این قبیل و ایجاد وحشت ببینید یک واقعیتی رو باید در نظر داشت ببینید شرایط اون موقع جامعه ما شرایطی بود که فعالیت‌های سیاسی یعنی آزادی فعالیت سیاسی و آزادی احزاب و تشکل‌ها وجود نداشت این یه واقعیتیه به هر حال در یه شرایطی خب بهتر می‌دونیم اینا دیگه فکت و زندگی کردیم اون مسئله اختناق سیاسی و نبودن آزادی‌های سیاسی به هر حال تأثیر داشت من کاری ندارم حالا چریک‌ها جنبه‌های مختلف دیگه‌ای رو چه در مسئله وابستگی جهانی حالا بحث امپریالیسمی که می‌کردن یا بسیاری از مسائلی که در سطح جامعه از نگاه اونا طبقاتی وجود داشت بحث پر اهمیتی هست
ولی مسئله این که برای فعالیت سیاسی واقعا فضا بسته بود، این یه واقعیتی است. و بعد هم خود شما میدونید که یه مقداری مسئله محدودیت، مثلا مسئله محدودیت هم نه، مسئله که سانسور کتاب و محدودیت های در رابطه با مطالعه و اینها وجود داشت و خب ما شاهد بودیم. خب همین این عوامل در واقع تا حدودی تأثیر داشت، یعنی زمینه ها رو مهیا کرده بود که جوانان اون جامعه به سمت این نوع مبارزه کشیده بشن. یعنی من میخوام بگم این وجه قابل انتقاد هست، ولی اون زمینه ها رو هم ببینیم. من برام قابل توجیه نیست، یعنی در واقع اون حکومتی که الان خیلی ها تصور میکنن تو اون دوره به آزادی های سیاسی، آزادی های اجتماعی بها میداده، خب اینگونه نبوده. تو هیچ جامعه من مبارزه مسلحانه رو میتونم بپذیرم که بگید یه گروه مسلحانه شکل دادید و میخواید کارهای مسلحانه بکنید، ولی خواندن یک کتاب، داشتن یک کتاب، داشتن محفل‌های مطالعاتی و خوندن کتاب‌ها، خب این به خاطر اینکه دستگیر بشی بری مورد مثل من ضرب و شتم قرار بگیری اصلا قابل توجیه نیست. نه شما طرفدار جنبش سیاه‌چال بودی، شما طرفدار بله، گروه بودی. ببینید یعنی به هر جای دنیا بودی شما رو دستگیر می‌کردن. نه یک نفر از گروه بادر مرحوم زنده نموند، رودی دوشکی در جوانی مرد، ارتش سرخ در ژاپن ببینید چه بلایی سرش اومد. در یه مناسبات و درگیری‌های مسلحانه اون اتفاق افتاد. ببینید یکی از اشکالات اون دوره هم همین بود دیگه. اون دوره در واقع اندیشه هم به نوعی بایستی محدود می‌شد و آزادی اندیشه نبود. شما میتونی هر اندیشه‌ای داشته باشی، ولی موقعی که در واقع اونجا تو شما میتونی محدودیت ایجاد بکنی که در گستره عمل بخواد اون اندیشه عمل بکنه. نه حتی اندیشه به طور نسبی هم آزاد نبود؟ آقای به طور نسبی هم اندیشه آزاد نبود به نظر شما؟ مثلا خود شما آثارتون منتشر نمیشد، یا آثار بسیاری از مخالفان نظام پادشاهی که اغلب چهره‌های معروفی بودن، همه ما اونا رو میشناسیم، از جلال آل احمد بگیرید تا بقیه، همه آثارشون منتشر می‌شدی. نه ببینید، خب فرق می‌کرد تا حدودی. ببینید شما، من میگم اندیشه، به یاد داره دیگه اون دوره اصلا اندیشه، کسی که کمونیست بود اندیشه کمونیستی داشت در واقع جرم بود. خب برای که دوره جنگ سرد بوده، قدرت‌های خارجی ببینید کمونیست‌ها سعی می‌کردن که ایران رو دوچار تلاشی بکنن، دوچار بروپاشی بکنن، تجزیه بکنن. نه، من منظورم اینه که تو این حدش ببینید نمیشه توجیه کرد. یعنی بنده یه اندیشه ای دارم، مثل الان ما مگه نمیگیم دموکراسی در ایران میخوایم؟ فرض کنید چپ ها هم میتونن باشن، کمونیست ها هم میتونن باشن، سلطنت طلب ها هم میتونن باشن. خب چنین فضایی اون موقع وجود نداشت، برای که رشد سیاسی هم مثل امروز نبوده. رشد سیاسی ما که شبیه اون دوره نبوده که. من بیشتر قصدم اینه جناب میبودی، میخوام بگم قصدم اصلا توجیه و در واقع این نیست که بخوام بعضی از خطاهایی که اتفاق افتاده رو توجیه بکنم. منطقه میگم همه جانبه ببینیم. وقتی یک جانبه دیده بشه در قضاوت دچار اشکال میشیم و درس هم ازش گرفته نمیشه. شما الان نگاه بکنید، بسیاری از کسانی که به مسئله 57 و قبل از 57 الان برخورد میکنن، واقعیتش همه جانبه مسئله رو نمیبینن. باید همه جانبه مسئله رو دید، اونجاهایی که خطا شده و قابل نقد گفت اینجا قابل نقد، جاهای دیگه نه. یعنی اون دوره رو سفید و سیاه نباید کرد. همینطور. یعنی الان اینجوری شده. خب یعنی نظام پادشاهی اون دوره سفید بوده، همه چی سفید بوده، مخالفان و کسانی که احیانا نظراتی داشتن سیاه. این سیاه و سفید اینگونه ای جواب نمیده. خب اما متاسفانه میخوام همینو بگم که اونایی که به این نتیجه رسیدن که فقط از طریق جنگ مسلحانه یا عملیات مسلحانه یا عملیات تروریستی یا حماسه یا واقعه خیلی لقب دادن به این مسائل، اینا به خاطر سیاه دیدن واقعیت‌های ایران به این نتیجه رسیده بودن.
اگه اونها هم درست ارزیابی کرده بودن ایران رو میسنجیدن با کشورهای همجوارش، با کشورهای منطقه، با جهان سوم، متوجه میشدن خب این دستاوردهای عظیمی در ایران حالا به هر حال وجود داشت که به اون نتیجه رسید. نتیجه مقابله مسلحانه بهش خب به نظرم ناشی از یا یه نوع سیاه‌بینی بوده یا ناشی از دخالت خارجی بود، من چیز دیگر نمی‌دونم. چون اغلب این پایگاه‌هایی که دوستان ما در اونجا دوره دیدن همه در کشورهای منطقه خاورمیانه بوده، برخی هم شمال آفریقا بوده، همه هم اونا رو می‌شناسیم، می‌رفتن اونجا دوره می‌دیدن و از اونجا اعزام می‌شدن به اینجا، یعنی اینقدر مستقل نبودن. ببینید من نگاه اون عزیزان رو میگم، نه اینکه حالا توی منطقه رفتن تعلیم دیدن، ولی به لحاظ فکری و نظری جریان‌های مستقلی بودن. در مقایسه مثلا من اشاره کردم حزب توده که عملاً و با توجیه نظری سیاسی یک نوع وابستگی‌هایی داشت به اتحاد جماهیر شوروی و یا احزاب کمونیست جهانی. من صحبتم بر سر اینه، قطعاً نگاه اون روز نگاه قابل نقدی هست، هم به سیاست، هم به مبارزه سیاسی، هم درک از آزادی، درک از دموکراسی، همه اینا رو برای منم قابل قبوله. ولی میخوام بگم زمینه های شکل‌گیری این مسائل رو هم باید دید. در یه جامعه دموکرات و یه جامعه آزاد به ندرت اتفاق میفته. حالا بادرماین‌هوف یا بعضی جریان ها در اروپا خب نمونه هایی بودن که اونها هم به نوعی قابل بررسی هست. ولی باید دید چرا، چه عواملی باعث شده که یه عده جوان در واقع میرن به سمت مبارزه مسلحانه برای دستیابی به خواستاشون. قطعا منم تایید نمی‌کنم، همونطور که گفتم، نه الان، همون سالهای 54-55 در زندانهای رژیم شاه بسیاری از مبارزان به این نتیجه رسیده بودن که این مشی مبارزه مسلحانه که خودشون پیش برده بودن یا در بیرون پیش میرفت مشی صحیح نیست و نادرسته. و اینو نه از روی ترس و اینا، بلکه رسیده بودن به لحاظ نظری و اینو نقد میکردن. ما همون دوره داشتیم. بنابراین من نمیخوام در واقع توجیهی برای اون مسئله داشته باشم، ولی واقعا انتظارم اینه لااقل نسل جوان مسئله رو همه جانبه ببینه و اگر میخواد نقد بکنه یه نقد همه جانبه ای رو در نظر بگیره. قصدم واقعا این نیستش که بگم اون مسیری که من رفتم یا اون دوستان عزیز من رفتن مسیر درست و صحیح بوده. نه جورجه، همین مقاله که دارید که نوعی انتقاد از خود و به نظرم امیدوارم بقیه هم یاد بگیرن و ما عملا وارد چنین دوره‌ای بشیم. اون زمان به هر حال یه دو قدرت اصلی وجود داره که آخوند بوده در ایران و یکی مذهب بوده، خیلی مؤثر بوده در پروردن ایدئولوژی ها و اون آرمان هایی که منجر شد به این حکومتی که امروز در ایران بر سر کاره، و قدرت های در بیرون از ایران بیشتر کشورهای کمونیستی از جمله چین بوده، کوبا بسیار مؤثر بوده، انور خوجه خیلی مؤثر بوده، آلبانی و همینطور روسیه، همونطور که ایشون فرمودن روس ها بیشتر با چنین عملیاتی مخالفت داشتن، معتقد بودن که تمرکز باید حفظ بشه، هژمونی روس ها در پیشبرد سیاست و استراتژی چنین گروه های. برای آقای دکتر نورگاه من فکر کنم گفتگو با شما رو حتما باید پی بگیریم. ممنونم از سعی صدر شما اینکه در نهایت گشاده رویی به سوالات گاه سخت ما، چون پرداختن به گذشته خیلی کار سختی همه، خیلی گاهی رنجاور هم هست برای خیلی ها، خیلی از ما، ولی برای ممنونم از شما، مثل همیشه خیلی آموزنده. تا گفتگوی دیگر ممنونم از شما، سپاسگزارم. ممنونم از شما.